با درود فراوان به دوستان و علاقمندان ریاضی. همونطوری که همه می دانن، یکی از مباحث سخت در ریاضیات انتگرال می باشد. در این بخش من خواستم یک روشی رو ارائه بدم که این روش می تونه تمام انواع انتگرال معین را به سادگی پاسخ بدهد. به خاطر اینکه این قضیه جا بیفته، سعی می کنم با زبان فارسی و گویش فارسی وارد این نوع این تیپ انتگرال ها بشم. یه مثال ما خدمت دوستان ارائه میدیم که این مثال میتونه به نمایندگی همه نوع انتگرال های معین باشه. به عنوان مثال انتگرالی رو در نظر میگیریم از 0 تا 4 رادیکال ایکس دی ایکس، مخرجم 1 به اضافه رادیکال 1 به اضافه ایکس. خب برای به دست آوردن این فرم انتگرال هایی، این تابع داخل انتگرال در واقع، حالا هر تابعی میتونه باشه، به صورت کلی ما میتونیم این انتگرال این فرمی در نظر آ تا بی بازه آ تا بی یه تابعی، حالا هر نوع میتونه باشه، اینجا به این فرم ظاهر شده. خدمتتون ارزش بهترین و راحت ترین راهکاری که وارد انتگرال ما بشیم، این چیزی که من الان خدمتتون عرض میکنم که به صورت فارسی است، گویش فارسی است و راحت میتونیم همه نوع انتگرال ها رو محاسبه کنیم. همیشه ما این کار میکنیم، میایم بازه بالا پایینی رو ابتداعا در بدو شروع انتگرال، متوسط میگیم، یعنی وسطش رو میگیریم، یعنی در واقع اینجوری میشه سی مساوی با عنوان متوسط یا مقدار بازه بالا پایینی، صفر به اضافه چهار، یعنی 1/2 صفر به اضافه چهار میشه 2. بعد راهکار دوم اینه که همیشه برای پاسخ انتگرال های معین به این فرم، بازه بالایی با بازه پایینی رو همیشه از هم کم میکنیم، تقسیم بر چهار، چهار ثابت همیشه. اینجا میشه بازه بالای پایینی اختلافشون تقسیم بر چهار. بعد راهکار دوم، یعنی مسیر حل ادامه حل این فرم میشه، بازه بالایی رو هر مقداری است به جای ایکس داخل تابع انتگرال قرار میدیم که در واقع میشه رادیکال چهار میشه 2، چهار و 2 میشه 5، به اضافه همین عمل رو برای بازه پایینی انجام میدیم، در واقع به جای ایکس قرار بدیم رادیکال صفر میشه 0 تقسیم بر عدد میشه 0، به اضافه 2 برابر این 2 ثابته، این 4 هم ثابت بود تقسیم بر 4. اینایی که ثابتن دورش رو دایره کشیدم. بعد 2 برابر وسطی که ما اینجا به دست آوردیم بازه بالا پایینی رو به جای ایکس قرار میدیم، یعنی در واقع میشه رادیکال 2، رادیکال 2 1 به اضافه میشه 3. حالا این مقدار رو میشه خیلی راحت با ذهنی حساب کرد یا به اصطلاح با ماشین حساب ساده، 4 منه 3 میشه 4، 4 رو میشه 1، 2 پنجم میشه در واقع 4/10، به اضافه رادیکال 2 میشه 1 و 4 تقسیم بر 3 حدودا میشه 12 تقسیم بر 3 4/10، حدودا 5/10، حدودم 5/10، ضرب در 2 میشه 1، مقدارش میشه 1.4، حدودم میشه جواب این انتگرال میشه 1.4 یا حدودم 1.3، 1.5، 1.5. خب اینو اگه به صورت کلی نشون بدیم این فرمی میشه، بازه بالایی رو به جای تابع داخل انتگرال قرار میدیم ما، به اضافه بازه پایینی رو داخل تابع انتگرال قرار میدیم، به اضافه 2 برابر میانگین بالا پایینی که اینجا محاسبه میشه، میتونیم محاسبه خیلی ساده، به جای x داخل تابع انتگرال قرار میدیم ما، در اونش f این مقدار c. یعنی شما میتونید با این راهکار تمام انواع و نوع انتگرال های معین رو به این حالتی که من خدمتون عرض کردم پاسخ بدیم و ساده به جواب برسیم. مرسی، به درود، موفق باشید.